سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ترجمه کتاب الرحیق المختوم، تألیف صفی الرحمن مبارک پوری، ترجمه حامد فیروزی، محمد ابراهیم کیانی، صدا سید مجیب الدین جواد، تقدیم مرکز دعوتی پیمان، پیمان پروڈکشن. ادامه بحث غزوه تبوک، صفحه 537. مردم گروه گروه به دین الله می گروند. همانطور که گفتیم فتح مکه جنگ سرنوشت سازی بود که برای همیشه بت پرستی را از جزیره عرب برچید. در پرتو این جنگ عرب ها حق را از باطل باز شناختند و شک و شبهه ها از بین رفت و در پذیرش اسلام از همدیگر سبقت گرفتند. عمرو بن سلمه گوید ما کنار چشمه آبی که محل رفت و آمد مردم بود زندگی می کردیم. کاروانها پیوسته از آنجا رفت آمد می کردند و ما از آنها سوال می کردیم چه خبر؟ چه خبر؟ این مرد پیامبر کیست و چی می گوید؟ در پاسخ می گفتند این مرد تصور می کند که فرستاده الله است و به او وحی می شود و می گوید الله به من چنین وحی کرده است. من حرفهایی را که می گفتند چنان حفظ می کردم که گویا در قلبم نقش بسته است. عربها اسلام آوردن را به فتح مکه موکول کرده بودند و می گفتند او را به قوم و قبیلهش واگذارید. اگر پیروز شد پیامبر راستین است. آنگاه که مکه فتح شد هر قبیله برای مسلمان شدن شتاب می کردند. پدرم پیش از قوم و قبیلش به ملاقات پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت و مسلمان شد و گفت قسم به الله که از نزد پیامبر راستین به نزد شما آمدم که می فرمود نماز بخوانید و وقت هر نماز را به ما یاد داد و می گفت هرگاه وقت نماز فرا رسید باید یک نفری از شما اذان بگوید و هر کس از شما بیشتر قرآن می داند پیش نماز شود. نگاه صحیح بخاری 2615-616. این حدیث بیانگر میزان تأثیر فتح مکه و دگرگونی شرایط و نیرومندی اسلام و تعیین موقعیت اعراب و تسلیم شدنشان در برابر دین الله است. این آثار پس از جنگ تبوک دوچندان شد. به همین خاطر میبینیم که نمایندگان قبایل گروه گروه و پیاپی در سال نهم و دهم هجری وارد مدینه می شدند و اسلام می آوردند. چنانچه سپاهیان اسلام در فتح مکه 10,000 نفر بودند و آمار سپاه اسلام در جنگ تبوک به 30,000 نفر رسید که همچون سیل موج می زد. بدین ترتیب در مدت زمان کمتر از 1 سال سپاه اسلام 3 برابر شده بود. سپس در حجۃ الوداع دریایی از مردان مسلمان را می‌بینیم که تعدادشان را 100,000 تا 144,000 نفر گفتند و در آن روز پیرامون رسول الله صلی الله علیه و سلم موج می‌زدند و ندای لبیک، تکبیر، تسبیح و تحمید مسلمانان در هر سو تنین انداز بود و سرزمین حجاز را بلرزه در آورده بود. هیئت‌های نمایندگان، شمار نمایندگان که سیرنویسان ذکر کردند بیش از 70 گروه است که بررسی شرح و تفصیل تک تک آنها مقدور نیست و فایده چندانی هم ندارد. با این حال به طور اجمالی موارد را می آوریم که در تاریخ از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. گفتنی است هرچند ورود عموم نمایندگان قبایل پس از فتح مکه بوده است، اما برخی از قبایل نمایندگان خود را قبل از فتح مکه به حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستادند. 1.
وفد عبدالقیس. این قبیله دو بار به حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم نماینده فرستاد که اولین بار سال پنجم هجری یا قبل از آن بود. یکی از افراد این قبیله به نام منقذ ابن حیان همواره برای تجارت به مدینه رفت آمد داشت. پس از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه برای تجارت به مدینه آمد و با ماهیت اسلام آشنا شد و اسلام آورد و با نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد قومش رفت. آنها نیز مسلمان شدند. به این ترتیب در ماه محرم گروه 13-14 نفری به نمایندگی از طرف قومشان نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و از ایشان سوالاتی درباره ایمان و احکام و نوشیدنی ها پرسیدند. بزرگشان در این سفر اشجع عصری بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد او فرمودند: در تو دو خصلت پسندیده است که الله آنها را دوست دارد، عقل و بردباری. 40 نفر از نمایندگان این قبیله برای بار دوم در عام الوفود یعنی سال نهم هجری به دیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند که جارود ابن علای عبدی نصرانی در بین این نمایندگان بود و این مسلمان شد و مسلمانی نیک گردید. شرح صحیح مسلم نووی جیم 1-33 فتح الباری 8-85-86. 2. وفد دوس. نمایندگان این قبیله در اوائل سال هفتم هجری هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به جنگ خیبر رفته بودند آمدند. پیشتر داستان مسلمان شدن طفیل ابن عمرو دوسی را آوردیم که وی در دوران مکی دعوت اسلام مسلمان شد و پس از مسلمان شدن بین قومش رفت و آنها را به اسلام دعوت کرد، اما آنها نمی پذیرفتند تا اینکه از آنها ناامید شد و نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و از ایشان خواست که برای قبیله دوس دعا کنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: پروردگارا دوس ها را هدایت کن. دیری نگذشت که دوسیان مسلمان شدند و طفیل به اتفاق 70 یا 80 خانوار از قبیلش به مدینه آمد و چون رسول الله صلی الله علیه و سلم به خیبر رفته بودند به آنجا رفتند و به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیوستند. 3. فرستاده فروه ابن عمرو جذامی. فروه یکی از فرماندهان عرب نیروهای رومی و کارگزار آنان در مناطق عرب نشین وابسته به آنها بود که در منطقه معان و حومه آن در سرزمین شام زندگی میکرد. وی پس از آنکه شجاعت و راستی مجاهدان اسلام را در جنگ معتاد در سال 8 هجری تجربه کرد، پی که به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاد تا اسلام آوردن وی را به اطلاع ایشان برساند و در ضمن شتر سفیری نیز به عنوان هدیه برای ایشان فرستاد. وقتی رومیان از مسلمان شدنش آگاه شدند، او را دستگیر و زندانی کردند و سپس او را در فلسطین کنار آب به نام صفرا بدار آویختند و پس از آن گردنش را هم زدند. 4. نمایندگان صداق. این نمایندگان پس از بازگشت رسول الله صلی الله علیه و سلم از جعرانه در سال 8 هجری با ملاقات پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند. ماجرا از این قرار بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم سریه متشکل از 400 رزمنده آماده کردند و دستور دادند به ناحیه از یمن به نام صدا حمله کنند. سپاهیان اسلام در منطقه به نام صدر قنات اردو زده بودند که زیاد ابن حارث صدایی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: از طرف قبیلم به عنوان نماینده نزد تو آمدم، سپاهت را بازگردان و من از طرف تو در بین قومم مردم را به اسلام دعوت می کنم. این مرد صدایی نزد قومش رفت و آنها را ترغیب و تشویق نمود تا به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیایند. در نتیجه 15 نفر از قومش با او به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و با ایشان بر اسلام بیعت کردند و بازگشتند و قوم خود را به اسلام فرا خواندند.
بدین ترتیب اسلام بین آنها منتشر شد تا جایی که 100 تن از آنها در حجۃ الوداع به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیوستند. 5. آمدن کعب ابن زهیر ابن اسلمی به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. وی از شاعران بزرگ و از جمله کسانی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم را هجو می کرد. آنگاه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از جنگ طائف برگشتند، برادر کعب بجیر ابن زهیر طی نامه‌هایی به او نوشت که رسول الله صلی الله علیه و سلم مکه را فتح کرده و شاعران را که هجو می کردند کشته است و عده‌ای از شاعران قریش فرار کردند. اگر زندگیت را دوست داری خودت نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم برو، زیرا او کسی را که توبه کند و نزد او برود نمی کشد و او را می بخشد، و اگر نمی خواهی نزد محمد صلی الله علیه و سلم بروی، به فکر نجات خودت باش. نامه های زیادی بین آنها رد و بدل شد تا جایی که زمین بر کعب تنگ شد و بالاخره به مدینه آمد و به خانه مردی از قبیله جهینه رفت و چون با او نماز صبح را خواند، مرد جهینمی به وی پیشنهاد کرد که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم برود. بدین ترتیب کعب نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و کنارشان نشست و دستش را در دست رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشت، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را نمی شناختند. گفت: ای رسول الله، کعب ابن زهیر مسلمان شده و توبه کرده است و از شما امان می خواهد. اگر او را بیاورم توبهش را می پذیری؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: بله. کعب گفت: من کعب هستم. مرد از انصار برخاست و از رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه خواست تا گردنش را بزند، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: آزادش بگذارید که توبه کرده و از کردار گذشتهش دست کشیده است. اینجا بود که کعب قصیده مشهورش را با این مطلع سرود، یعنی: ساعت کوچ کرده و دلم در فراق او جریحه‌دار است و به دنبال او همانند اسیری است که برای او فدیه‌ای پرداخته نشده باشد. دست و پایش در غل و زنجیر است. از جمله ابیاتی که در آن از رسول الله صلی الله علیه و سلم پوزش خواست شعر زیل بود: به من گفتند که رسول الله مرا تهدید کرده است، اما از رسول الله همواره امید عفو گذشت می رود. آرامتر، همان خداوندی که قرآن را به تو ارزانی داشته و در آن موعظه های فراوان و شرح و تفصیل مطالب موجود است، شما را رهنمون گردد. مرا به گفته سخنچینان بازخواست نکنید. من مرتکب گناهی نشدم، هرچند درباره من سخنان زیادی گفته باشند. من در مقامی قرار گرفتم و چیزهایی میبینم و میشنوم که اگر فیل به جای من بود و میشنید به خود میلرزید، مگر آن که از جانب رسول الله به اذن الله مشمول رحمت و بخشش الله قرار میگرفت، تا آن که دست راستم را بدون هیچ مخالفت و نزاعی در دست کسی قرار دادم که می تواند انتقام بگیرد و قول و حرفش قطعی است. وقتی با او سخن می گویم و او به من می گوید که چنین و چنان به تو نسبت دادند و تو باید پاسخگو باشی، برای من هیبت بیشتری دارد از آن شیری که در بیشه پردرخت در وادی عثر کمین کرده و انبوه درختان او را در بر گرفته باشد. بله، رسول الله نوری است که همگان از پرتو او روشنی می گیرند و شمشیر ممتاز و آخته در میان شمشیرهای الله است. وی در ادامه قصیدهش مهاجران قریشی را ستود، زیرا هیچ یک از آنان به هنگام ورود کعب جز به خیر و نیکی سخن نگفتند. کعب در اثنای مدح مهاجرین به کنایه انصار را نکوهش کرده بود، زیرا یکی از انصار از رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه گرفته بود که گردن کعب را بزند. کعب می گوید: یعنی
همچون شتران نر خوشرنگ راه می روند و هرگاه سیاهان بدهیبت با آنها تعرض کنند، ضربات شمشیرشان از ایشان حفاظت می کند. وی بعدها که مسلمان کاملی شد، در قصیده جداگانه انصار را ستود و قصوری را که نسبت به آنان مرتکب شده بود جبران کرد. در آن قصیده می گوید: هر کس زندگی با کرامت را دوست دارد، باید در میان گروهی از صالحان انصار زندگی کند. آنها خوبی ها را نسل در نسل به ارث بردند. تردیدی نیست که نیکان همواره فرزندان نیکان هستند. ادامه بحث را در حلقه بعدی دنبال نمایید. صفحه 542 پیمان پروڈکشن.